های گایز، خوش اومدی به چنل یوتیوب من تنویم. چطوری؟ چه خبر ها؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز تو این ویدیو میخواییم ریاکت بریم به ترک ایلومیناتی از پوریا پوتک. جزو اولین موزیکایی بود که از پوتک بهم ساجست کردید و من نشنیدمش. این ترک ها کلن خیلی نشنیدم، فکر نمی کنم از پوتک من موزیک شنیده باشم، ولی شخصیتش رو بسیار 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 زیاد دوست دارم و چند تا ویدیوهای یوتیوبش هم دیدم. خیلی باحال، خیلی آدم باحالیه واقعا و دوست داشتنیه، خیلی فن داره. منم با اینکه خیلی موزیکاشو گوش نمیدم، خیلی ویدیوهاشو ندیدم، ولی دوستش دارم. اوکی، بی صبرانه منتظرم این ترک رو بشنوم. قبلش ساب لایک کامنت یادت نره، ببینم طرفدارای پوتک کجان. ماچ بکلتون. خب اصلا ایلومیناتی خودش یعنی چی؟ من نمیدونم. ایلومیناتی جالبه. خب بریم بگوشیم. چه آوای دارکو، چه فضاسازی باحالی داره شروعش، شبیه فیلم ترسناک هاست موزیکش. فکر میکنن که من ایلومیناتی ام، واسه پولایی تو جیبمه. من یه خدا پرستی ام که کلن دین و خلقت کیرمه. دوستای قدیمیم دشمنم شدن، جای همشونم زیرمه. اول خدا، دوم فنام، انسانیت دینمه. صبح و شب باریکلا. چی گفت؟ گفتش که من خدا پرستم که دین و خلقت فلانمه و اینکه انسانیت دینمه. باریکلا. من خیلی شنیدم که پوتک خیلی آدم خفن و باحال و فرهنگ ساز خیلی باحالیه. راست میگه دیگه، انسانیت باید دین باشه دیگه. حالا دینایی که ما داریم، ببینین من کلا آدمی هم که میگم دین هر کسی برای خودش مقدسه و نباید دخالت کنیم به دین انسانهای دیگه. یعنی دوست ندارم که وارد این مسائل بشم، خوشم نمیاد که بیام بگم نه دین تو غلطه، دین من درسته یا فلان. به خاطر اینکه دین یه چیزیه که هر کسی واسه خودش قبول داره، خب، و هر کسی هم میخواد بگه که دین من درسته. پس به نظر من اصلا نباید راجع به اینجور چیزا صحبت کرد و خیلی فضولی کرد و اینا، و اینکه یه چیز کاملا شخصیه، کاملا شخصی. اوکی، ادامهش. دارم میسازم موزیکو، مینویسم یا تکسسم. اونایی که موزیکامو گوش میدن اکثریت دپرسن. فکر رابطه رو با من نکنه، میتونی داشته باشی حس بسن. میگه که اونایی که موزیکامو گوش میدن اکثریت دپرسن. نه بابا، کجاشون دپرسه؟ این همه فنای باحال داری، کجاشون دپرسه؟ خیلی هم باحالن به نظرم. من ندیدم توشون دپرس. این همه خودت بگو بخندی، دپرس چیه برادر من؟ شکست نفسی نفرما. اول خدا، دوم فنام، انسانیت دینمه. صبح و شبی دارم میسازم موزیکو، مینویسم یا تکسسم. اونایی که موزیکامو گوش میدن اکثریت دپرسن. فکر رابطه رو با من نکنه، میتونی داشته باشی حس به سنگ. هرکی که میخواد رپا شروع کنه، انتخاب میکنه یه اسم گنگ. فکر رابطه رو با من نکن، نمیتونی داشته باشی حس به سنگ؟ یعنی خودش رو سنگ خطاب کرد؟ نه. صبح و شبی دارم میسازم موزیکو، مینویسم یا تکسسم. اونایی که موزیکامو گوش میدن اکثریت دپرسن. فکر رابطه رو با من نکنه، میتونی داشته باشی حس به سنگ. هرکی که میخواد رپا شروع کنه، انتخاب میکنه یه اسم گنگ. پسر انقدر عاشق دختر است، بر نمیداره ازش چشمشو. دختر انقدر دوست پسر داره، نمیدونه چی سیف کنه اسمشو. عشقی طرف بدتر از مرگ، فکر کنم در کنی تو حسشو. نمیرسی به هدفت، میدونی چرا؟ چون فقط داری عشقشو. بعضی وقتا یه خبر بد میسازه وسط روز تلخ. یه نقطه هیچینی، ولی سه نقطه پشت هم دوزه. نه عاشق سکسم، ساعت سه صبح تو روز زن. حاج آقا میگه که من کسته میخورم روزم. فکر میکنن که من ایلومیناتی ام، واسه پولایی تو جیبمه. من خدا پرست. خب این کارستش دوباره داره میخونه. وای چه بی ادب. خب کلن ترک هایی که من دارم ریاکت میرم همشون بیادبن. چرا؟ ما فکر میکردیم تتلو بیادبه. اینا بیادب ترکه.
خب من نمیزنم عقب به خاطر اینکه نمیخوام اون کلمات تکرار شه. ادامش. میگم که کلن دین و خلقت کیرمه، دوستای قدیمیم دشمنم شدن، جای همشونم زیرمه، اول خدا دوم فنام انسانیت دینمه، صبح و شبی دارم میسازم موزیکو مینویسم یه تکسسم، اونایی که موزیکامو گوش میدن اکثریت دپرسن، فکر رابطه رو با من نکن نمیتونی داشته باشی حس به سنگ، هرکی که میخواد رپا شروع کنه انتخاب میکنه یه اسم گنگ، نامردتر نمیتونی پیدا کنی از ایرانی های تو غربت، یه مش لاشی دوره هم چی؟ نامردتر نمیتونی پیدا کنی از ایرانی های تو غربت؟ یعنی چی؟ یعنی ایرانی هایی که خارج از ایران زندگی میکنن نامردی میکنن به هم؟ نمیدونم، من تجربهش رو نداشتم بقدر همین نمیتونم نظری بدم. جمعن دم میزنن از قدرت، ریش میذارن با سوام سفارت و یه مش بچن، اینا عکس وای برشون توی آفیس و پشتش پرچم ایران، نمیترسم از چیزی، من میگم من هر چیزی ها نداری پشیزی په، ارزش دیگه تو پیش من همیشه بودم، باهاش هواشو داشتم مثل باباش، از این ناراحتم که چرا به یه مشوزی میگفتم داداش، اگه بخوام بکنم به ترتیب جدا، تو این دنیا وجود داره چندین خدا. خیلی فلوهاش با حاله ها، باریکلا من پوتک تا حالا گوش نداده بودم، یه دونه فقط رپ بتلش با کچی رو شنیده بودم. فلو بازه داداشمون، باریکلا. خب نداری پشیزی په، ارزش دیگه تو پیش من همیشه بودم، باهاش هواشو داشتم مثل باباش، از این ناراحتم که چرا به یه مشوزی میگفتم داداش، اگه بخوام بکنم به ترتیب جدا، تو این دنیا وجود داره چندین خدا، هر کی اعتقاد داره به خدای خودش، هر کی هم گوش میکنه فقط به صدای دورش، هر کی یه دینیو داره توی ذهنش، درست و غلط بودنش هم از توی نروش، یکی عرق میخوره نماز میخونه خودشو با اماما هم تراز میدونه، یکی دزدی میکنه ثواب میکنه، اوسی قرآن میخونه لواط میکنه، توسی ندارم نسبت به دینش تهاجمی، من فقط بدون دریای دین تو برتر تو مپتا، کنون کاملا نفهمیدی تفاوتش، مرز بین دین و انسانیت و تمایلتم میبینم که اصلا نداری، ولی شب و رولتم میبیچی میگی دین خدا بگی بر خودتم، 90% آدم ها به خدا اعتقاد ندارن، ولی فکر نکن هوا دارتم، اوکی اگه دوست داری خب بذار و برو، نمیخوام اصلا تقریبا نفکر افکار تو رو، این زندگی تو اصلا. یواش یواش من نمیفهمم، فقط فهمیدم گفتش که چند تا خدا وجود داره، هر کی دین خودش رو قبول داره، یکی نمیدونم دین داره نمیدونم مسلمونه عرق میخوره، بعد خودشو با اماما هم تراز میدونه. ببینید به نظر من دین واقعا یه چیز کاملا 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 شخصیه. خب یعنی این که یکی نماز میخونه ولی عرق هم میخوره به خودش ربط داره، درسته که درست نیست ولی بازم این به خودش ربط داره، یه چیز کاملا شخصیه، مثل مسواک میمونه. خب ما که نمیریم مسواک یکی دیگر رو برداریم بزنیم بکنیم تو دهنمون. خب پس نباید به نظر من دخالت کنیم تو کار کسی دیگه. تو که مثلا مسلمونی تو چرا این کار میکنی؟ اگر همه آدما با هر دین و مذهبی انسان باشن دیگه اصلا جای بحثی نمیمونه واسه دین. به قول همین پوتک داره میگه که انسانیت باید دین باشه، راست میگه واقعا، یه همه انسان باشن هیچ داستانی پیش نمیاد. نیست به مردود، من فقط میخوام تو زندگی خودم نشم مردود، کاری هم نکن که بعد مرگ نسای بدی بیان بگن این چه اخر بود، یا که بیان رو بنویسن از ما بگن زندگی این آدم پر درد بود، ولی هیچ کدومم نمیتونه بگه دقیقا اعتقاد کدوم یکی درست در بود، من میگم خدا هست میگی نیست، جفتمونم به هم دیگه میگیم هیست، هر کدومم اعتقاد خودمونو داریم و به هم دیگه میدیم نمره 20، وقتی که میبینم اکیپ اینا رو من بهشون میگم بکس بمال، تو اتاق من عکس بلا حدیده، تو اتاق اونا عکس امام، سامورایی واقعی کسیه که شمشیرشو خلاف کنه، دینداری که عرق میخوره مثل پلیسیه که خلاف کنه، پر شراب دورش طبیعت و عناصرش. اگه بخوام بکنم این چیه قضیه؟ این که مثلا میگن تو بهشت جویهای روانه نمیدونم شراب فلانه، بمیری بری بهشت اونجا شراب میخوری، خب چه کاریه؟ همین دنیا میخوریم دیگه والا، دوره هم اونجا نمیدونیم ساقی کیه، حالا بگرد ساقی پیدا کن. خیلی باحال میگه، میگه که هر کی خدای خودش قبول داره به همدیگه هم میگیم هیست، خدای من درسته، دین من درسته، میگه دیگه. تو اگه دین تو قبول داری میدونی درسته، پس اوکی ببند دهن تو بشین سر جات،
دیگه نیازی به اثباتش نیست، نیازی نیست که بجنگی با مردم. تو دین خودتو قبول داری دیگه، همونو قبول داشته باش و کار خودتو بکن، به بقیه چی کار داری؟ والا یه واقعی کسیه که شمشیرشو خلاف کنه، دینداری که عرق میخوره مثل پلیسیه که خلاف کنه، پر شراب دورش، طبیعت و عناصرش. اگه بخوام بکنم به ترتیب جدا، تو این دنیا وجود داره چندین خدا، ولی کدومشون؟ بلاتو، زئوس، الله، فنوس، گاد، کتک، کدومشون؟ باچه باحال، خودشم جزو خدا گفت کتک. باحال بود، ایدهش جالب بود، خیلی ریتم و فلوهای باحال داشت، ورس و اصلا کلن تکسش همه چیش عالی بود. خوبه دیگه، کلن پودک خوبه، موزیکش هم که عالی، دوست داشتم، خیلی خفن بود. تمام شد؟ چند ثانیه مون. و تمام، اینم از ترک ایلومیناتی، خودتون سجست کرده بودید. اگه بازم ترکی پیشنهاد داشتین توی کامنت ها به هم بگید. ماچ به کله یکایکتون، دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.